آدینه سوم خرداد ماه 1394 خورشیدی برابر است با 25 ماه سپتامبر 2015 میلادی. با صمیمانه ترین درودها، حسین اعجازی هستم و با برنامه امروز که حدود 50 دقیقه به طول خواهد انجامید در خدمتتون خواهم بود. مهمان امروز برنامه آقای مهدی جلالی، این صاحب نظر جوان و مطلع هست که در برنامه‌های دیگر من در این تلویزیون و در برنامه‌های رادیوی من شرکت می‌کنن. نقطه نظرهای جالب و متفاوتی رو که داشته مورد توجه بسیاری از شما بینندگان و همچنین شنوندگان برنامه‌های رادیوی من قرار گرفته. امیدوارم ما تعداد بیشتری از این جوانها رو بین خودمون ببینیم. با مهدی جلالی عده زیادی از جوانان کشورمون همکاری میکنن، همدل هستن و خود این واقعا یک نویدی هست برای ماها که دیگه باید یواش یواش صحنه رو ترک بکنیم و تحویل بدیم به این جوانان، کار رو دست کاردان بسپاریم، کاردانانی که با امروزی فکر میکنن، کاردانانی که مسائل روز رو و دنیا رو خیلی بهتر از من میشناسن، از ما میشناسن. من میگم من به خاطر اینکه انشالله بر نخوره به دوستان دیگری که هم سن و سال من هستن و مثل من میاندیشن. اما مسئله روز، خبر مهم روز، همین فاجعه است که در مکه اتفاق افتاده بعد از سقوط اون جر اسخال و کشته شدن تعدادی از زائران ایرانی و زائرین سایر کشورها. امروز آخرین خبرها تا این لحظه حاکی از این هست که 133 نفر از هموطنان ما جانشون را از دست دادن، حدود 298 نفر مفقود الاثر هستند، معلوم نیست، و اینها هم ایرانی بودن. و البته گفته میشه جمع کسانی که قربانی این حادثه هجوم شدن و این هجوم رو یکی از توضیحاتی که راجبش داده میشه میشه به با تقریبا اطمینان زیاد پذیرفت در مقابل عربده‌جویی های امامان جمعه در ایران که همه تقصیر و تمام ماجرا رو به گردن سعودی میندازن، دولت سعودی. اینها مسائلی است که من در طول صحبتم با مهدی جلالی مطرح خواهم کرد. ولی به هر حال اون چی که مسلمه حدود 700 خورده نفر، 720 نفر به روایتی و شاید نزدیک 1000 نفر در این حادثه غم انگیز و خونبار جان خودشون رو از دست دادن و این یکی از اون معضلاتی است که واقعا در طول سالیان در همین مراسم حج اتفاق افتاده. آتش سوزی در چادرها، سقوط این جر اسخال و سایر مسائلی که ما شاهدش بودیم، تظاهرات بی منطق و عجیب و غریب زائران ایرانی به توصیه مقامات جمهوری اسلامی و تحریک این افراد که شاید با خلوص نیت میرن برای اعتقادی که دارن به زیارت بپردازن، این چیز به سابقه داریست و بی سابقه نیست. و زمزمه هایی که سالها شروع شده که بهتره که اداره امور حج رو در مکه به عهده یک نهاد بین المللی بگذارن تشکیل شده از کشورهای اسلامی و اینکه دولت سعودی نمیتونه و توان اداره درست رو نداره، اینها صحبت هایی است که امامان جمعه مطرح میکنن. و برعکس همین ماجرایی که من به تفصیل راجبش سعی میکنم با مهمان برنامه امروز گفتگو بکنم، این یکی از مسائل. مسئله دیگری که در امریکا مطرحه، خب ورود پاپ به امریکا، به کوبا، مسافرتش به شهرهای مختلف، واشنگتن، فیلادلفیا، نیویورک، حائز اهمیت زیاد بوده، توجه بسیاری جلب کرده. صحبتهایی رو که مطرح میکنه از او به عنوان یک شخصیت سوسیالیست یا چپی صحبت کردن، نام بردن، که در این مورد باز با مهمان برنامه به صحبت خواهم نشست و با او در میان خواهم گذاشت.
اینها مسائلی است که ما باش روبرو هستیم و این صحبت ها و این حرفایی رو که از زبان خطیبان نمازهای روز جمعه در سراسر ایران که گویی آمپولی است که تزریق میشه به تک تک این افراد که سر سوزنی از دنیای امروز اطلاع ندارند و آنچنان سخن میگویند که گویی یک دانشمند اتمی مسلط به امور علمی هستند، گویی دانشمندان علوم اجتماعی و علوم سیاسی هستند، گویی که از تمام کائنات با اطلاعند و ضمناً گاهی صحبت‌هایی رو که به واقع از زبانشون میشه شنید که از دلشون برمیخیزه همون صحبت‌هایی است که فقط و فقط در جهت خرافه پراکنی و در واقع شستشوی مغزی عده‌ای از هموطنان بیگناه ماست. امیدوارم که این روشنگری که شروع شده در کشور ما و این فضای مجازی بسیار قدرتمند یه مقداری تعدیل بکنه این شرایطی رو که این آخوندها طی این 35 سال سعی کردن مستولی بکنن به کشور ما. اجازه بدید که من کوتاه بکنم سخن رو، برویم و صحبتم رو با آقای مهدی جلالی در شمال کالیفرنیا آغاز بکنم. با ما باشید. بینندگان گرامی، همونطور که در آغاز برنامه مژده داده بودم، امروز بار دیگر با آقای مهدی جلالی، این شخصیت بسیار دوست داشتنی و مطلع هستیم. قبلا من ایشون رو در برنامه قبل معرفی کردم، نیازی نمی‌بینم که وقت برنامه رو مجددا تخصیص بدم به معرفی مجددشون و میتونید مراجعه بفرمایید به گوگل و سایر به اصطلاح رسانه‌های ایرانی و کارهای ایشون رو، مقالاتشون رو و سوابقشون رو اونجا تعقیب بکنید. مرتب مشغول فعالیت هستند و مینویسند و در برنامه‌های مختلف صحبت می‌کنند و من سلام می‌کنم خدمتشون در شمال کالیفرنیا و تشکر می‌کنم از شرکت مجددشون در برنامه. سلام آقای جلالی. من هم خدمت شما سلام می‌کنم و به خدمت همه بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا در خدمت شما هستم و تشکر می‌کنم از اینکه من رو دعوت کردید. خواهش می‌کنم، خیلی لطف دارید. من کوتاه می‌خوام در مورد این موضوع با شما صحبت بکنم، بعد بپردازم به مقاله‌ای که نوشته بودید و نقطه نظرهایی رو که سال‌هاست دارید تعقیب می‌کنید و مورد توجه بسیاری از هموطنانمون و مجامع بین المللی قرار گرفته. در مورد این فاجعه ای که شاهدش بودیم و تا این ساعت روز جمعه که من در خدمت شما هستم، 133 نفر از حجاج ایرانی در حج تمتع زیر دست و پا له شدن، جانشون رو از دست دادن، متجاوز از نزدیک 300 نفر، 298 نفر مفقود الاثر هستن از زائرین ایرانی. و صحبتی که در این مورد شده، اونچه که مقامات عرض کنم که مختلف مطرح میکنند، امامان جمعه که مرتب دارن نکوهش میکنند عدم مدیریت در عربستان سعودی رو، و مقامات عربستان سعودی میگویند که این به علت این است که این گروه مثل همیشه که تشویق میشن به این که اونجا یک حالت سیاسی به وجود بیاورند و اون میراثی رو که از زمان آقای خمینی ما شاهدش بودیم، براءت از مشرکین رو مطرح میکنند و وای میسن شعار میدن، توقف ناگهانی اونها و شروع شعار دادنشون باعث شده که سیل جمعیت که پشت سر اونها بوده متوقف نشه و بیاد و اونها رو زیر دست و پا له بکنه. چیه نظر شما و چی فکر میکنی این داستان چیه؟ و در جریان جر اسقال هم که ما فکر کنم با خود شما من در یا برنامه رادیو یا در برنامه تلویزیون صحبت کردم راجبش. بله، ببینید در واقع تراژدی روی تراژدی هستش و خبرهای بسیار دردناکیه از چند جهت. یکیش از جهت کشته شدن یک سری انسان. ببینید ما مسئله مذهب و اینکه مکه رفتن و اینها رو بذاریم کنار، یکی از دوستان من اتفاقا روی فیسبوک یه قطعه ای رو از
کتاب چنین گفت زرتشت نیچه آورده بود که از کوه میاد پایین میگه به این مردمی که به سمت خدا دارید میرید به همدیگر رو له میکنید که به سمت خدا برید، بدانید که خدا مرده. خب این یک نگاه هستش که چنین فاجعه ای رو میتونه ترسیم بکنه و البته به اعتباری نگاه غلطی هم نیستش، نگاه درستیه. ما حتی در عرفانمون هم داریم ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، مقصود همینجاست، بیایید بیایید. اما ما از این دید حداقل از جهت سیاسی نمیتونیم بررسی بکنیم، یعنی وارد مسائل فلسفی و دیدگاه های مختلف مذهبی بشیم. از دید انسانیت میتونیم بررسی کنیم. انسان هایی هستن که جان خودشون رو از دست دادن و این بسیار بسیار غم انگیزه. من رو یاد این مسئله میندازه که ببینید اگر مثلا در یک هواپیمای مالزی 100 و خورده نفر کشته بشن، در یک اتفاق دیگری در اروپا باز هواپیمایی باشه کشته بشن، در آمریکا تعدادی کشته بشن، ارزش جون اونها رو مقایسه میکنم با ارزش جون مردم خودمون و همیشه تأسف میخورم، همیشه تأسف میخورم. مرگ برای ما عادی شده، زندگی برای ما اهمیت نداره، با مردن عادت کردیم. من از بچگیم که کوچیک بودم، نوجوون بودم، نوجوونم هنوز نبودم، خیلی بچه بودم، جنگ شروع شده و روز و شب داریم خون و مرگ و بدبختی میبینیم تا به امروز، تا به امروز. یعنی واقعا این دردناکه تو قرن 21 همچین اتفاقاتی به این سطح میفته و اینکه انقدر جانها با هم متفاوته. این رو میشه گفت به دلیل یعنی قیمت جانها منظورتون؟ بله، یعنی قیمت جانها منظورتونه؟ دقیقا قیمت جان. ببینید حتی برای خانواده ها هم همینطوره ها. ببینید اینکه یک نفر بتونه این توان رو داشته باشه که پایه زیر جرثقیل یک قاتل رو بزنه کنار و اون مرگ رو تماشا بکنه، این یه چیزیه که از بخشی از ملت جهان رفته، از ذهنشون رفته، فراموش شده. این توان رو دیگه ندارن این دیگه همچین صحنه هایی رو ببینن. ما با مرگ عادی هستیم و زندگی مردم برای ما واقعا اونقدر مهم نیستش. و به خاطر شهروند بودنه، یعنی اگر شهروند آمریکایی بودیم ببینید چه قوقایی میشد سر همچین قضیه‌ای، چه کسی در این مورد اومد صحبت کردش. حالا جمهوری اسلامی هم اومده روی یک فکر منحط فاسد احمقانه غیر علمی عقب افتاده بخش بزرگی از ما ایرانی ها که عرب ستیز هستیم ایستاده، روی دوش جهالت ما وای میسه. حالا یک دعوا داره راه میندازه با سعودی. مگه در سعودی فقط ایرانی ها کشته شدن؟ مصری ها بودن، از همه جای دنیا کشته شدن. مسئله مرگ تراژدی انسانیه. بدون تردید، بدون تردید سعودی در این زمینه مقصر هستش، به خاطر اینکه وقتی بزرگترین مراسم مذهبی جهان رو برگزار میکنه باید امکانات لازم رو به وجود بیاره، در این تردیدی نیست. اما اول تأسف بخوریم به جای اینکه اول ملامت بکنیم، اول سر صدا بکنیم، شلوغ بکنیم، به امامان جمعه برن و این وضعیت رو بهش دامن بزنن، این عرب ستیزی رو. بعد حالا جالب اینه که مردم ما طفلک ها، ببخشید این جمله رو میگم ولی هیچ کلمه دیگه ای ندارم که بتونم توصیف بکنم، احمقانه فکر میکنن، تصور میکنن آخوندها عربن و عربها آمدن به ایران حکومت کردن بعد از انقلاب. آخوندهای ما، من در خانواده آخوندی بزرگ شدم، آخوندهای ما 99%شون زبان عربی اصلا بلد نیستن، نمیتونن صحبت بکنن، چیزی از فرهنگ عرب نمیدونن، هیچ اطلاعی ندارن. ولی ما در خوزستان عرب داریم، هموطنان ما عرب هستن. این عرب ستیزی خیلی چیز وحشتناکیه و متاسفانه داره پیش میره. اما برای من جالب بود که به هر حال این طرف دنیا اون کسی که توجه داد به این تراژدی انسانی و بسیار دلانگیز بود، دلگرم کننده بود، پاپ بود،
بزرگترین رهبر مسیحیان جهان که در کنگره آمریکا سخنان خودش رو با توصیف این تراژدی و تسلیت نسبت به این تراژدی آغاز کرد. آقای جلالی، در مورد مقصر بودن یا نبودن به اصطلاح مقامات سعودی گفته میشه که صدها هزار مأمور ایمنی که همیشه اونجا بودن حضور دارن، و اون سابقه ای رو که ما داشتیم که حجاج ایرانی رو، زائرین ایرانی رو تشویق میکنن که اونجا صحنه سیاسی به وجود بیارن و اونجا با شعار دادن و با مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل و این گونه مسائل مواجهه بکنن با سایرین، چون کسی وجود نداره، این تمام این 2 میلیون نفر زائر داره میره اونجا، بنابراین میشه یه مقداری ارزش داد به اون صحبتی که ما میشنویم که بله همین موضوع باعث شده که یه توقف ناگهانی مثل اینه که یه اتومبیلی توی یه شاهراه داره با سرعت چند اتومبیل دارن میرن، یک دفعه اون اتومبیل جلویی روی ترمز بزنه، بدیهی است که بقیه اتومبیلا رو سرش خراب میشن، و این جماعت، این سیل جمعیت شوخی بردار نیست، صدها هزار نفر در این جمع هستن که هجوم آوردن و این فاجعه به وجود آمده. بله. این رو نمیشه ندیده گرفت تا اونجا. نه، نمیشه ندیده گرفت، من قبول دارم، ولی من دوست دارم و آقای حجازی، من آدم رؤیا پردازی هستم و به رؤیا پردازی افتخار میکنم و دلم میخواد که ایران من توی قرن 21 در زمانی که من در سنینی هستم که میتونم یه مقداری توانایی تولید داشته باشم، محصولی ارائه بکنم در سیاست، دوست دارم ایرانم تا اونجا که ممکنه تلاش بکنم به آرزوهام نزدیک بشه، به رؤیاهام نزدیک بشه. رؤیای من اینه که سیاست مدار ایرانی انقدر با شعور باشه، انقدر فهمیده باشه که به جای ملامت کردن در مرحله اول، اول قلبش رو بگذاره وسط، ابراز تسلیت بکنه از یک فاجعه انسانی، بعد از اینکه ابراز تسلیت کرد و برای همه هم ابراز تسلیت بکنه، نه صرف هم برای ایرانی ها، ما انسانیم، بعد از اون برگرده به جای اینکه ملامت بکنه و بره در سخنرانی های موعظه‌گرا بخواد گردن کسی بگذاره، یا بالعکس عربستانی ها هم همینطور، یعنی عربستان از ما عقبتر، ما از عربستان عقبتر، من واقعا موندم ما کی میخواییم آدم بشیم، انسان درست امروز بشیم. باید بگیم که آقا یه کمیته بگذارید این مسئله رو بررسی بکنید. ما الان نمیتونیم دقیقا اظهار نظر بکنیم که آیا ایرانی هایی بودن که این کار رو کردن، توقف کردن، چه چیزی بوده. این نیاز به یک کار پژوهشی، کار تحقیق علمی درست، کار تخصصی داره که ببینیم دقیقا به خاطر چه اتفاقی موضوع افتاده. در این فرمایش شما هم تردید ندارم که از زمانی که آقای خمینی مسئله براءت از مشرکین رو طرح کرد، چون آقای خمینی شخصا از عین بقیه، اتفاقا من این رو دوست دارم برای هممیهنانمون بگم، اونهایی که عرب ستیز هستن، از عرب ها بدشون میاد، بدونن که عین آقای خمینی فکر میکنن. آقای خمینی از عرب ها متنفر بود، به شدت متنفر بود. اولین عربی که ازش نفرت داشت صدام بود و بعد اتفاقا آل سعود رو به شدت ازشون متنفر بود. آقای خمینی هم به خاطر نفرتی که از عرب داشت و میخواستش که به اسلام، این چیزی که هستش ما میگیم، این داستان براءت از مسلمین رو، براءت از مشرکین رو راه انداخت که تا امروز آسیب‌هاشو داریم میخوریم. و در این رابطه که گفتید، اتفاقا آخرین خبری که من امروز شنیدم، سلطان سلمان دستور داده که بررسی بشه این و ببینن که جریان چه بوده و کمبودها کجا بوده. به هر حال وقت ما مثل همیشه خیلی محدوده و شنیدن صحبت‌های خوب شما در زمینه‌های مختلف و اون راهی رو که پیش گرفتید سال‌هاست و مسئله این که یک تفاوت، یک خط خیلی ضخیم کشیدید بین اسلام سنتی و اسلام سیاسی، این رو دارید پیگیری می‌کنید در وبسایتی که به وجود آمده و این رو حتما راجبش صحبت خواهیم کرد. مقاله‌ای رو که از شما دیدم راجب پاپ فرانسیس بود که امروز هم قراره، شاید در همین لحظه داره در سازمان ملل
صحبت میکنه و واقعا استقبالی هم که ازش شد بی نظیر بود و بسیاری از صحبتهایی رو که کرده مسائلی بوده که سابقه نداشته در واتیکان و در گروه در واقع کاتولیک های مذهبی. ممکنه توضیحی راجع به این مقالتون بدین و بپردازیم به این نکته؟ بله، من در اون مقاله به چیزی اشاره کردم که اجازه بدید در انتهای این پاسخم بهش بپردازم. حضور پاپ به طور کلی در آمریکا یک حضور بسیار بسیار مهم و تاریخی بود و سخنرانی هم که در کنگره کرد به مسائلی اشاره کرد که این مسائل از دید خیلی ها مسائل سیاسی حساب میشن. دقیقاً، اتفاقا ببخشید بین صحبتتون، این برچسبی که عده‌ای زدن که او یه سوسیالیست هست و یک چپی هست خیلی مورد بحث قرار گرفته، این رو هم اگه بهش کافید ممنون میشه. بله، نگاهی بود که در واقع بخش راستگرایان آمریکا به خصوص خواستن که این رو بپرورن، چون مسئله ابورشن، سقط جنین رو پاپ اشاره نکرد، نه تنها اشاره نکرد، بهش ارزش حیات رو بهش اشاره کرد و بلافاصله رفتش سر قضیه مجازات اعدام و مجازات اعدام رو رد کرد. گفت اگر در واقع شما ارزش برای حیات قائلید اول به این مسئله بپردازید. به نوعی منظورش این بود و خب این به مذاق بسیاری از جمهوری خواهان راستگرا اصلا خوش نمیاد، مجبورن که یک برچسبی روی او بزنن. از طرف دیگه پاپ 2 ماه پیش یک سندی، یعنی واتیکان یک سند 200 صفحه‌ای در مورد تغییرات آب و هوایی منتشر کرد که بسیار لحن تندی داشت و این مسئله رو به عنوان یک فاجعه بزرگی که ضرورتا همه دنیا باید بسیج بشن و حلش بکنن طرح کردش. خب این رو باز بخش جمهوری خواهان راستگرایان که تصور غلطی دارن و فکر میکنن که بیزنس و اقتصاد با عدم اهمیت به مسئله محیط زیست و انکار مسئله گرمایش زمین میتونه رشد بکنه، خب پاسخی بود به اونها، مجبور بودن چنین برچسبی بزنن. ولی دقیقا برمیگرده مسئله به یعنی بی اطلاعی اونها از سنت کلیسا هستش. پاپ هیچ چیزی نگفت مگر بر مبنای سنت کلیسا. اتفاقا این که ما بگیم پاپ سنت شکن هستش به یک معنا درست نیست. پاپ برگشته به سنت، برگشته به سنت اصلی کلیسا و اسکریپچر، یعنی به متون برگشته، متون رو داره توضیح میده، چیزهایی که در متون مقدس آمده که انسان‌ها با هم برابرن، مثل هم هستن، انسان‌ها باید به محیط زیستشون توجه کنن، باید فقر زدائی بشه، تمام این صحبت‌های کرد این گونه بود. یک جا یک خواسته سیاسی از پاپ انجام شد که گفتش من این کارو نمی‌کنم. در کوبا بود، از او پرسیدن، گفتن که آقا در مورد مسئله امبارگو، تحریم‌ها بین کوبا و آمریکا آیا صحبت خواهی کرد؟ گفت من در این مورد صحبت نمی‌کنم، اما در مورد روابط بین‌الملل و ضرورت روابط بین‌الملل و ارتباطات صحبت می‌کنم. یعنی دقیق می‌دونه که در جایگاه سنتیش ایستاده. ببینید، من وقتی در مورد نهادهای سنتی صحبت می‌کنم که شما هم اشاره کردید به نظریه من، کلیسا شاید قدیمی ترین نهاد مدنی و سنتی بشری باشه که تا الان هم برقرار هستش و بسیار قدرتمنده و قدرتمندترینه. به عبارتی 1800 سال از سابقه این نهاد مدنی میگذره. به قول آقای هانتینگتون، اگر در یک نهاد مدنی یک جنریشن، دو جنریشن، نسل بگذره، این نهاد قوام پیدا میکنه و به عنوان یک نهاد مدنی مؤثر میتونه شناخته بشه. در کلیسای 1800 ساله از زمان سنت آگوستین تا به امروز ببینید که این نهاد چقدر تنومند بوده و این پاپ جدید آمده اون سنت ها رو در واقع، یا برگشت به سنت رو داره احیا میکنه با دید جدید. پاپ سنتی ترین فردیه که شما میتونید در کلیسا در نظر بگیرید. اشتباه فکر کنیم رفرمیسته، در داخل نهاد کلیسا داره
تحولات رو به وجود میاره. همین تحولاتی که ما انتظار داریم اتفاقا در اسلام هم همین اتفاق بیفته، به جای اینکه اصلاح طلبی صورت بگیره. اصلاح طلبی یک فریب ما هستش. خیلی از مردم ما، خیلی از مردم ما، من متاسفانه این رو میبینم، باز به جهت بی اطلاعی هست، فکر میکنن که گذار به یه سمت دموکراسی سکولار که ما برای ایران میخوایم، خب از یک فاندامنتالیزم اسلامی شروع شده، از یک بنیادگرایی اسلامی در ایران شروع شده، بعد اصلاح طلبی خواهد بود، بعد یواش یواش ما میریم به سمت سکولاریزم. یعنی تونل ما برای سکولاریزم از اصلاح طلبی میگذره و از رفرم اسلام میگذره و از کلماتی که الان افرادی ابداع میکنن، طرح میکنن به نام اسلام رحمانی میگذره و این چیزها. اینها 100% غلطه و اتفاقا ما رو به عقب برمیگردونه. ببینید، آقای خاتمی ممکنه حرفای قشنگ بزنه، آقای روحانی ممکنه حرفای قشنگ بزنه، ولی این افراد برای سکولاریزم ایران یک مانع حساب میشن، به خاطر اینکه اینها کماکان به اسلام سیاسی معتقد هستند. گیرم که اسلام سیاسیشون اسلام سیاسی تند روانه ای مثل داعش نباشه، گیرم که نخوان مثل داعش شریعت رو به اون شدت تحمیل بکنن، آتیش بزنن، مثل مرغ روی آتیش بسوزونن اینها، ولی به هر حال بخشی از شریعت رو میخوان که اجرا بکنن. اسلام سیاسی یعنی ایده حکومت اسلامی. خطرناکترین چیزی که برای ما به وجود آمده در این سالها، فاجعه بزرگی که الان خاورمیانه زمینش به یک خاکستر تبدیل شده، تمدنش سوخته، پالمیرا از بین رفته، بودا در بامیان از بین رفته، در خود ایران ما. ببینید، ما فکر نکنیم داعش داره پالمیرا رو از بین میبره و از بین برد، متاسفانه جلوی چشم ما. فکر نکنیم که این یه چیزی مربوط و منحصر به داعش هستش. آقای خمینی به این مسئله معتقد بود. آقای خمینی تمام تمدن پیش از اسلام رو تمدن جهالت و بت‌پرستی میدونست. تصمیم ابتدای انقلاب ایران این بودش که تخت جمشید رو نابود بکنن و به سمتش اقدام کردن، فشارها اجازه نداد. یه بخش از دولت موقت اون موقع حداقل جلوی این مسئله رو تا حدودی گرفتن، وگرنه دیدگاه ها یکیه. نگاه شریعت مدار یک نگاهه و معتدل و رادیکال نداره. این اشتباه اونقدر بزرگه که در جامعه جهانی هم همینطور شکل میگیره. ما از زبان آقای اوباما میشنویم، از زبان رهبران غرب میشنویم، میگن که ما میخوایم حمایت کنیم از اسلامیست ها، اسلامگرایان معتدل در خاورمیانه. چون این چیزی وجود نداره، چون این چیزی اصلا حضور نداره. اسلامگرای معتدل، ما دو تا چیز داریم، یا مسلمان داریم یا اسلامگرا داریم. مسلمان کسیه که در قلبش مسلمانه مثل هر دین دیگری. اسلامگرا کسی هستش که معتقد جامعه باید اسلامی باشه، حکومت باید اسلامی باشه، به اسلام سیاسی معتقده. مادامی که شما اسلام رو از قلب درآوردید، دیگه نمیتونید معتدل نگهش دارید، دیگه میخواد تمامیت خواه باشه، چون اصلا دین کمال طلبه، میخواد تمام عرصه ها رو بپوشونه. و این خطرناکترین مسئله ایه که ما باهاش روبرو هستیم. بعد بعضی ها میان در این مورد، اشارم برگردم به مقاله‌ای که در مورد پاپ نوشتم و در واقع جنگیری پاپ رو توضیح دادم درش. ببینید، همون حدود 2 ماه پیش که واتیکان سند تغییرات آب و هوایی رو بیرون داد، همزمان شاید 1 هفته قبلش مکزیک، کلیسای کاتولیک مکزیک اعلام کردش که در یک حرکت ملی و گسترده در سراسر مکزیک، کشیش های کلیسای کاتولیک رفتن و مکزیک رو از ارواح خبیثه و جنها پاکسازی کردن. این رو کلیسای مکزیک، کلیسای کاتولیک رسما اعلام کرد. اشارش به چی بود؟ اشارش به سخنان هفته قبل پاپ بود. پاپ گفته بود که دلیل این جنگ بزرگ و این کشته های زیادی که از سال 2007 تا الان بیش از 100 هزار نفر کشته شدن به خاطر جنگ های مواد مخدر در مکزیک، گفته بود دلیل این جنگ اینه که مردم مکزیک گناه کردن و جن زده شدن. این عین سخنان پاپ هستش. همچنین
من در همین مقاله عکسی رو منتشر کردم، شما میتونید روی گوگل بگذارید، ویدیوش میاد بیرون. پاپ اکسورسیزم رو ببینید، جنگیری پاپ رو ببینید. بارها در این مورد صحبت کرده و یک جام هستش که دستش رو روی سر یک معلول بچه‌ای گرفته که گویا جن زده است از دید او و جن رو خارج میکنه از مغز این فرد. پاپ به این چیزها معتقده. سوال من در اون مقاله اینه که آیا اینکه پاپ به چنین چیزهایی معتقده تناقضی داره با اینکه اینقدر پیشرو هست، مترقی هست و مسائل مهم بشری رو داره الان اعلام میکنه؟ به نظر من نه، اینها تناقضی ندارن. اون نگاه سنتی تفکیک شده ایه که عرض میکنم با نگاهی که میتونه در قالب مدنی و نه در قالب سیاسی بتونه ارزش‌هایی رو تولید بکنه. ما در مورد روحانیت سنتی هم همینطور داریم، روحانیت همینطور وضعیت رو میبینیم. روحانیت سنتی ممکنه به غم زدن معتقد باشه، ممکنه به اینکه مرد میتونه چند تا زن بگیره معتقد باشه، زن ارثش نصف مرده معتقد باشه. البته خیلی چیزها رو تغییر هم دادن، ولی ممکنه که بسیار نظرات متحجری داشته باشه. تفاوتش اینه که اون نظرات متحجرش رو نمیخواد تحمیل بکنه، به خاطر اینکه به اسلام سیاسی اعتقاد نداره، به خاطر اینکه به حکومت اسلامی اعتقاد نداره. میگه شریعت یه مسئله شخصیه، یک نفر میخواد این شریعت رو رعایت بکنه باید رعایت بکنه، دلش بخواد رعایت بکنه میتونه رعایت کنه، ولی هرگز کسی نمیتونه شریعت رو تحمیل بکنه. در حالی که نوگرایان مذهبی، روشنفکران مذهبی و اصلاح طلب ها میان شریعت رو یه مقداری معتدلش میکنن ولی باز تحمیلش میکنن، یعنی به هر حال برای ما الزام آور میشه و ما نمیدونیم که چه تعبیر و تفسیری از شریعت میدن. ممکن یک نفر دیگه بیاد بگه وقتی پای شریعت رو باز گذاشتید باید کامل انجام بدید. آقای جلالی، در صحبتاش پاپ در کنگره امریکا اشاره کرد مستقیم به نقش بشر در آلودگی محیط زیست و اینکه این بشر باید آگاه بشه که این کار رو ادامه نده، و توصیه کرد به صاحبان صنایع که شما می توانید و باید بیاید و رول مهمی رو در این زمینه به عهده بگیرید، چرا که بعداً میتونه این بزرگترین پشیمانی ها رو برای بشریت به وجود بیاره ادامه این وضع. و این نقطه‌ای بود که شما اشاره کردید. در مورد من یه چیزی رو حتی اضافه هم بهش بکنم، این که پاپ در سخنرانی که بعد از اون سند 200 صفحه‌ای ارائه کرد، در اون سخنرانی حرف عجیبی رو زد. برگشت گفتش که ما از کودکی بهمون آموزش دادن، منظورش آموزش مذهبیه، خیلی حرف عجیب بود، گفت از کودکی به ما آموزش دادن که ما برتریم، ما صاحب زمین هستیم، ولی غلط بوده، ما صاحب زمین نیستیم، ما موجود برتر نیستیم. یعنی همون مفهومی که ما از آموزه های یهودیت و مسیحیت گرفتیم و در اسلام به عنوان خلیفت اللهی ما شناخته میشه که ما نسبت به زمین برتریم و هر کاری رو میتونیم با زمین بکنیم، غارت کنیم، مصرف بکنیم، این رو زیر سوال برد که به نظر من خیلی جالب بود. بله، و این صحبت هایی رو که به صورت خودجوش انجام میده، یعنی اتفاقا توی اون بالکن کنگره که ایستاد و دست تکون داد به مردم، یه صحبتی به زبان اسپانیش کرد و اونجا از نوشته ای نمیخوند و اکثرا هم همین کار میکنه. خیلی آدم آزاده ایست و یکی از کارهایی رو که در طول حرکت اون اتومبیلش به اصطلاح پاپ موبیل در واشنگتن انجام داد، دختر بچه کوچکی بود که پدر مادرش مثل این که گذاشتنش این طرف اون نرده هایی که گذاشته بودن برای اینکه مردم نیان، و سکیوریتی حمله کرد به مقامات امنیتی که او رو برگردونن و پاپ اشاره کرد، متوقف کرد اتومبیل رو و خواست که اون بچه رو بیارن و بچه رو بوسید و اون بچه دوباره گفت من میخوام با شما حرفم بزنم، و او در آمد گفت که من اینجا دنیا آمدم، پدر مادر من الان در شرف اخراج از امریکا هستند، تکلیف من به عنوان یک سیتیزن امریکا چیه، این رو شما به من بگین. و خیلی مؤثر بود و نشون دادن این صحنه مخصوصا خیلی رو
تحت تاثیر قرار داد و این گونه کارهایی رو که میکنه، اون شستشوی پای یک زندانی اگر اشتباه نکنم و بوسه زدن به پای او دیگر از کارهایی بوده که کرده. رفتن و زندگی کردن توی ساختمانی که به هیچ وجه تجملی نیست و یه خوابگاه معمولی است برای بیشاپ ها و کشیش هایی که در واتیکان زندگی میکنند. اینو به چه صورت استفاده از اتومبیل فیات برای رفت آمد کردن در امریکا در طول اقامتش در اینجا و همچنین کارهایی رو که در کوبا کرد و این که نقش مؤثری رو داشته که این جریان کدورت بین کوبا و امریکا رفت بشه و بتونن دوباره با همدیگه ارتباط برقرار بکنن. رفتن و ملاقات کردن در خانه فیدل کاسترو که خب بسیار سال خورده است و شاید امکان نداشته که بیاد بیرون، به هر حال رب خانه او، این تواضعی رو که از خودش نشون میده به چه صورت میبینید؟ سابقه نداشته، یعنی هیچ لااقل در طول سالهایی که ما شاهد بودیم، من شاهد بودم، پاپ معمولا یک مقام خیلی بالا و والا و متفاوتی که این گونه اعمال رو شاید هرگز ما ندیدیم ازشون. بله، ببینید من اینجا در این پاسخ به نکاتی که شما بهش اشاره کردید میتونم دقیقا همین مسئله رو بگم که خیلی نگاه کوته بینانه ای هستش که ما پاپ رو بیایم با افکار چپگرایانه ای که حد اکثر عمرش 150 ساله مقایسه بکنیم، اگرچه پاپ در جوانیش تحت تأثیر چنین افکاری هم بوده تردیدی نیست، اما وقتی که با یک نهاد 1800 ساله و آموزه‌های بسیار امتحان شده، تجربه شده، تلخیهاش، زمختیهاش همه در طول این 1800 سال خودشو نشون داده، در دوران قرون وسطا خودشو نشون داده، با چنین آموزه‌های روبرو هستیم، افکار چپ و سوسیالیستی و فلانی حرفا افکار بسیار کودکانه‌ای محسوب خواهد شد برای پاپ که بخواد به اونها خودش رو وصل بکنه. این کارهایی که پاپ کرده در واقع و الان داره میکنه در واقع خودش رو اولا بحران مذهب رو درک کرده که مذهب چقدر با مسئله جهان امروز فاصله داره، بعد آمده در درون نهاد خودش این تحول رو به وجود آورده. و من این رو هم بهش اشاره بکنم، فکر نکنیم که پاپ این حرکت هایی که ما داریم میبینیم حرکت هایی که خب چون انسان اوریجینالی هستش داره انجام میده و کارهای خیلی سختی هم نیستش، به قدری نظام کاردینال ها و آن چیزی که در از سابقه یک پاپ های قدیم در کلیسا به وجود آمده، در واتیکان به وجود آمده، به قدری صلبه، به قدری فاسده و به قدری روابط خاص هست که پاپ اوایل شنیده میشد، با اینکه این بحثا بیرون نمیاد، اوایل شنیده میشد که به شدت به سطوح آمده و بحث حتی چیز ریزاینش، یعنی کنارگیری هم طرح شده بود، چون درون این نهاد رو نمیدونست چه شکلی باید بتونه تغییر بده و الان مهمترین تلاشی که داره میکنه در اون قسمت هست. آقای جلالی، یکی دیگه از کارهای درخشانی که به نظر من انجام داد و صحبتی که در کنگره، باز جزئی از صحبتش در کنگره بود، اشاره کرد به این تجاوزات جنسی بیشاپ ها در کلیسای امریکا و در سایر نقاط دنیا به عنوان یک جنایت، کرایم نام برد که این بی سابقه بود و خود اینها باعث شده که یک عده زیادی که واقعا از کلیسا دور شده بودند بپیوندند دوباره به این موضوع. و نمیدونم، شما اشاره کردید ما حدود 22 درصد کاتولیک داریم، 70 میلیون از جمعیت امریکا کاتولیک هستند، 22 درصد میشه حدوداً. آیا اینها نقشی میتونن در سیاست امریکا بازی بکنن؟ عده‌ای معتقدن که صحبت‌های پاپ میتونه در آینده انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پیش رو، مؤثر واقع بشه و تأثیراتی رو باقی بگذاره. چیه نظرتون؟
بله حتما میتونه تاثیر بگذاره، چون فقط بخش کاتولیک آمریکا نیستن. در واقع ما الان به خاطر حضور این پاپ در ایران، در کشورهای مختلف دنیا، گرایش و تغییر مذهب رو به سمت مسیحیت با یک برآمد بسیار بالایی شاهد هستیم. پاپ رو دارن نگاه میکنن و احساس میکنن که دین مسیحیت دین صلح طلبی هستش و به این سمت دارن میان. پاپ محبوبیتش اصلا در سطح کاتولیک ها محدود نمونده، و وقتی که در مورد مسائل تغییرات آب و هوایی صحبت میکنه، وقتی که مسئله همونطور که اشاره کردم سقط جنین رو که در دیبیت مناظره داخلی جمهوری خواهان موضوعی بود که همگی بر سرش توافق داشتن و خیلی هم بولدش کردن، خیلی طرحش کردن به عنوان مسئله که میخوان پررنگش کردن بکنن. بله پررنگش کردن. بله بله، اما پاپ بهش اشاره ای نمیکنه و اینقدر مقاوم هم وای میسه که اشاره نمیکنه. یعنی تمام طلب جمهوری خواهان بود، شاید اینقدری که پول خرج میکنن برای کمپینشون، اگر میتونستن برای واتیکان پول خرج کنن، شاید صدها میلیون دلار خرج میکردن که پاپ فقط هم یه جمله رو بگه، فقط هم یک جمله رو بگه، ولی نگفت. و بدون تردید اون بخش از جمهوری خواهان که میخوان مسائل مذهبی رو با عنوان یک برگ برنده از خودشون طرح بکنند رو الان دچار مشکل زیادی کرده و به بنبست زیادی رسونده که مسلما در انتخابات آینده ای آمریکا تأثیر خواهد داشت. خیلی ممنونم آقای جلالی. سی ان ان یک برنامه ای داشت که سابقه زندگی، یعنی زندگی نامه پاپ رو به تصویر کشیده بود که اینکه در آرژانتین بوئنوس آیرس چه کارهایی کرده و کارهایی که بسیار متحورانه بوده از جهت کمک به تهیدستان به و جلوگیری از جنایات و عرض کنم کارهای خشونت‌آمیز توسط شاید جوانانی که عاصی شده بودند و بی محابا به درون اونها رفتن و باشون صحبت کردن. و خلاصه این گذشته او دیدنی است و این برنامه رو من توصیه میکنم حتما تو آرشیو سی ان ان هست. بینندگان گرامی که علاقمند هستن به خصوص در امریکا و اروپا میتونن مراجعه بکنن و ببینن این رو. در مورد بقیه اقداماتی که دارید میکنید، وبسایتی که به وجود آمده و استقبال زیادی ازش شده، راجع به اینها توضیحاتی رو بدید برای شنوندگانمون در این دقایق آخر وقتی که داریم، و همچنین آیا نتیجه‌ای رو که تا الان عاید شده از این اقدامات و از این تلاش‌های شما و هم فکرانتون راضی هستید یا خیر؟ بله ببینید، ما با در واقع دوستان جوان که فعالیت سیاسی میکنن، بسیاریشون موفق هستن در اینجا، تدریس دارن میکنن در زبده ترین فضاهای فعالیت و تحصیل و تحقیق مشغول هستن. در ایران در از فارغ التحصیل از دبیرستانشون مدرسه تیزهوشان بودن تا دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه تهران، در واقع همونهایی که به عنوان مصداق فرار مغزها شناخته میشن. من الان به عنوان یک ناظر میتونم بگم که توی این شاید یک سال اخیر، یکی دو سال اخیر، یک همگرایی سیاسی و فعالیتی بین این افرادی که به عنوان فرار مغزها شناخته میشن به وجود آمده. در واقع نسلی از فعالان سیاسی داره تغییر میکنه و خیلی به سمت به نظر من مثبتی داره تغییر میکنه. یعنی اون چیزی که ما در ذهنمون با عنوان اپوزیسیون میشناسیم دیگه تقریبا عملا کاری نداره بکنه.
ما کسانی رو که به عنوان اپوزیسیون میشناسیم، شما دقت بکنید پترن رفتاریشون رو، الگوی رفتاریشون رو دقت بکنید. میرن یک هتل میگیرن در اروپا، در آمریکا، در یک جایی یه سخنرانی میذارن، در واقع یک سوشالیزیشن، یک گدرینگ، چیزی بیشتر از این نیست. میان با هم میشن چند نفر جلوی تریبون در مورد مثلا سکولاریسم حرف میزنن، در مورد دموکراسی حرف میزنن، در مورد حقوق بشر حرف میزنن، یه عده‌ای هم دعوت شدن، بعدم ناهاری با هم میخورن و میرن. من هم خیلی وقتا به این سمینارها و کنفرانس‌ها دعوت میشم و همیشه هم شوخی میکنم، میگم اگر ناهار بعدش چلو کباب خوبیه حتما میام، چون واقعا بیش از این ما ارزشی رو در اونجا تولید نمیکنیم. در دوران رسانه و رسانه‌های اجتماعی، در دوران قرن 21 با این تکنولوژی، اون نوعی که سیاست ورزی میشده تو قرن 20 و حالا مثلا از دوران کنفدراسیون شما در نظر بگیرید که یه عده‌ای بودن و همون جور همون کار خودشون رو دارن تکرار میکنن. اون موقع در مورد شاه دروغ گفتند، گفتن 100,000 تا زندانی سیاسی داره، بعد و الان هم فقط ذهنشون ذهن مخالفت هستش. هیچ راهی برای اینکه بتونن قدم به قدم وضعیت ایران رو عوض بکنن ندارن. خب این گروه متأسفانه و خودشون رو هم به روز نکردن، این گروه به هر حال یه مقداری رفتن عقب. خوشبختانه آدم‌های هوشمند پیشکسوت سیاسی که میشناسیمشون اتفاقا آمدن از ما حمایت کردن. این آقای... خیلی جایگاه خوبیه، بهترین جایگاهیه که میتونن داشته باشن. کار ما در زمینه‌های مختلفه. آقای جلالی ما 1.5 دقیقه فرصت داریم، وبسایت رو اعلام بفرمایید که ما بذاریم روی اسکرین. من در واقع میتونم کمپین رو بگم، کمپین فیسبوک هستش به نام برای سوریه، که به طور مشخص با هشتگ ساری سیریا هم انجام میشه. از خانم شیرین عبادی توش پیام داده تا پیام‌های مختلف از هر کسی، چون مسئله انسانیه. ما داریم به مردم سوریه میگیم که بدونید یه بخشی از ایرانی‌ها نه عرب ستیز هستن، نه چیزی، نه طرفدار جمهوری اسلامی هستن. ما مخالف رفتاری هستیم که جمهوری اسلامی با شما کرده. ما جمهوری اسلامی رو مقصر میدونیم در بیخانمانی شما، در کشتار شما که به اسد حمایت رسونده و اسد بوده که شما رو کشته. من اینو لازم هستش که برای بینندگان تلویزیون بگم، بعضی از اطلاعاتی که به ما میرسه غلطه. داعش میگن که حدود 70% سوریه رو، سرزمین سوریه رو در اختیار داره، که اینم غلطه باز، ولی داعش به سرزمین های پر جمعیت دسترسی نداره، دسترسیش بسیار کمه. از حدود 300,000 نفری که در سوریه کشته شدن و 9 میلیونی که حداقل بی خانمان شدن، میتونم بدون تردید بگم 250,000 نفرشون حداقل توسط خود اسد کشته شدن، با بمب های بشکه‌ای کشته شدن. ما داریم طرحی میدیم که قبل از هر چیز طرح حریم پرواز ممنوع هستش، اینها رو هم مطرح میکنیم. البته اینها نظرات شخصی هستش، خود کمپین در واقع یک ابراز تأسف هستش برای مردم سوریه. و در کنارش هم به صورت تصادفی اتفاقی که افتاد اینه که آیت الله شیرازی که یکی از مراجع مخالف جمهوری اسلامی و شدت هم سرکوب شده، برادرزاده شکنجه شده که اونم از مدرسین برجسته است، آیت الله شیرازی آمده واسه اولین بار یه فتوایی داده در تاریخ بی‌نظیر بود که ما این فتوا رو در کمپینمون گذاشتیم. به پناهجویان سوری در اروپا، به جای اینکه همه فتواهایی که ما تا حالا شنیدیم برای اقامه شریعته، اونجا عملاً میگه که شریعت رو متوقف کنید، به ملتزم باشید به قوانین کشورهای میزبانتون. قوانین کشورهای میزبان اروپا چی هستش؟ همشون سکولار هستن. بله. در واقع همون اسلام سنتی داره میگه که آقا همزیستی داشته باشید و درست در اروپا زندگی کنید. هیچ گونه گرایشات اسلامی و اینها رو توش طرح نمیکنه. بله. که این فتوا به نظر من بسیار جالب بود، بسیار بی‌نظیر بود و به هر حال در این کمپین طرح شد. کمپین اسمش هست برای سوریه، با هشتگ ساری سیریا روی فیسبوک هستش و در رسانه‌های بین المللی، رسانه‌های داخلی هم انعکاساتی داشته. کماکان هم ما ادامه خواهیم داد، حتی احتمالاً نامه‌ای رو ممکنه که برای آقای ظریف بنویسیم و مورد پرسشش قرار بدیم که شما میگید طرح دارید برای سوریه، این طرحتون چی هستش؟ آقای بشار اسد
جانی جنگی جنایت جنگی انجام داده بدون تردید از جهت هر کسی یک ذره اعتقاد به حقوق بشر داشته باشه بله. آقای جلالی بی‌نهایت یک نفر دیده باشه در سوریه اومده نمیتونه بپذیره بله. که آقای بشار اسد بخشی از راه حل بحران باشه بله. بی‌نهایت سپاسگزارم آقای مهدی جلالی عزیز، امیدوارم در آینده نزدیک باز هم ما بتونیم از نظرات شما استفاده بکنیم برای سوریه و هشتگ ساری سوریا رو ما روی اسکرین میبینیم و دوستانی که علاقمندن میتونن مراجعه بکنن. روز و روزگار به شما خوش، تشکر میکنم از سپهر عزیز و تا هفته آینده که با مهمان دیگری در خدمتون خواهم بود از همه شما خداحافظی میکنم.